سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها خوشدار برای چینل یوتیوب ها. از مزار تا کابل طالبان همه جا بودند. بانک مرکزی سازمان ملل برای تبدیل دلار به افغانی به این بانک مراجعه نکرده است. به نام خدا و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای خبری وان اسمارت خوش آمدین. مشروع خبرها خوشدار برای چینل یوتیوب ها. احمد سعیدی می نویسد: با سلام، در این روزها در سرزمین ما افغانستان حوادث و رویدادهای گوناگون یکی پای دیگر هر لحظه و هر دم رخ می دهد. از یک طرف اختطاف، دزدی و بدون معجب دستگیری و زندانی ساختن خانم ها و آقایان، از طرف دیگر فقر، گرسنگی، نادری مردم ما را زمین گیر ساخته است. اما با این همه درد و رنجی که دامنگیر مردم ما است، بعضی ها خیلی بازار گرمی دارند. به طور مثال کسانی که چینل یوتیوب های دارند، به جای این که دست ناتوان را بگیرند و او را کمک کنند، فورا از وی تصویر میگیرند، به خاطر اینکه چینل یوتیوب آنها رنگ و روغنی بگیرد و بتوانند پول زیاد تری به دست بیاورند. شما کسانی که چینل یوتیوب ها دارید، لطفاً به جای اینکه فکر رشد چینل یوتیوب خود باشید، بهتر است دست ناتوانی را بگیرید و هموطن خود را کمک و یاری کنید. ولی متاسفانه کار به جای رسیده است که تعداد گریزان و تعداد آویزانند. خداوند همه را هدایت کند. همچنان این در حالی است که خبرگزاری 8 صبح کابل می نویسد: از مزار تا کابل همه جا طالب بود. روزنامه 8 صبح کابل پس از اینکه ولایت های سرپل و جوزجان سقوط کرد و ولایت بلخ آمدم، چند روز در شهر مزار ماندم که ای کاش نمی ماندم. دل به بیانه های دشمن کوب مارشال دوستان و عطا محمد نور سپرده بودم و سقوط ولایت بلخ را که ناگهانی و یک شب اتفاق بیفتد ناممکن می پنداشتم. همچنان سفر رئیس جمهور غنی در بلخ و تدویر جلسه امنیتی پایام جنگ علیه طالبان را در ذهنها تداعی می کرد. شهر مزار پیش از هر زمان خلوت به نظر می رسید. حال و هوای حاکم بر شهر حکایت از سکوت داشت، اما بیانیه های کمیته نظامی در بلخ که در رأس آن مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور قرار داشتند، پیام جنگ و مقاومت را به مردم مخابره می کرد. بهای تکت سفر به کابل از طریق هواپیما سقوط کم پیشی نکرده است. چهارشنبه 20 اسد با یکی از دوستانم که یک تکت فروشی های تکت پرواز می گیرم تا به کابل سفر کنم. زمان پرواز یک شنبه 24 اسد تعیین می شود که به علت سقوط ولایت بلخ زمینه سفر به کابل مساعد نمی شود. باشندگان مزار به ویژه ماموران دولتی و اشخاص و افراد سرمایه دار یک هفته قبل از سقوط بلخ بار و پندکی خود را می بندند و رهسپار کابل می شوند. شنبه 23 اسد است و نگرانی باشندگان شهر مزار اوج می گیرد. نیمه های پس از ظهر خبر می رسد که کمربند ورودی شهر را طالبان تصرف کردند. کمربندی که آقای عطا محمد نور ظهر روز شنبه 23 اسد در آن جا رفته بود و بیانیه کوتاهی را در فیسبوک نشر کرده بود و از مقاومت سرسختان علیه طالبان دم زده بود. شام تاریک فرا می رسید و دلهره و اضطراب مردم بیش از پیش فزونی می یابد. رفیقی دارم که در شهرک خالد زندگی می کند. اتفاقا معلومات دقیقی از وضعیت دارد. با من تماس می گیرد و می گوید خط جنگ شکست است و همین آلا قطار های از تانک ها و وسایط دولتی از جاده شهرک خالد رد می شود. معلوم نیست که به کوههای مارمول می رود یا به بندر حیرتان.
باشندگان این خبر شوکه می شوند. پس شوکه سهمگین سقوط سر پال و نیامده اند که در شوکه سقوط برق فرو روم. بادتن از دوستانم می روم به شهرک خالد، کسی که آن را می دهم و راه می افتد به سوی شهرک. راننده تاکسی این دم چیزی نمی فهمد. از سقوط شهر طالبان هنوز داخل شهر نشده و نظامیان دولتی هر گونه کامل از شهر بیرون نرفته و جاده های شهر رقم بلندی از تانک های زرهی دیدن می شود. مقصد نهایی این تانک ها برای ما پیدا نیست. می رسیم به منزل رفیقم. همه تمرکزمون معطوف و فیسبوک است. بیشتر کاربران فیسبوک سقوط بلخ را نادرست می خوانند و شایعه به سود دشمن. یکی از خبرنگاران بلخی که در خارج از کشور حضور دارند لحظه به لحظه در صفحه فیسبوک خود خبر می نویسد و وضعیت شهر را آرام تحریف می کند. بدتر شنیده می شود که قول اردوی 209 شاهین سنگرهای مربوط خود را به دشمن دفاع کرده. رفیقم برای حصول اطمینان بیشتر به یکی از نزدیکان عطا محمد نور تماس می گیرد و او در پاسخ می گوید بهتر از جای امنی به خود اختیار کنید. این سخن در نظر ما تیر خلاص بود. بر پیکر شهر مزار شریف متاسفانه به گونه کامل سقوط کرده است. شهر خلوت است و طالبان تا هنوز وارد شهر نشدند. خبرهای یکی پای هم دیگر در صفحات اجتماعی درز می کند که قوای دولتی بلخ و بندر حیرتان رفتند و از آن طریق وارد کشور ازبکستان شدند. این خبر را بعدتر پیامی که در صفحه فیسبوک عطا محمد نور نشر می شود تایید می کنند. عطا محمد نور از توطئه کلان خبر می دهد و می گوید که این توطئه متوجه سران کابل نیز می شود. نیمه های شب است که طالبان وارد شهر می شوند و پرچم سفید خود را در یکی از چوک ها برمی افرازند و تصویری از این صحنه در صفحه های فیسبوکی دست به دست می شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید و برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقاتی خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. تا درود دیگر بدرود.